یک مقام هشت و شبی عراق از توافق با رؤسای دانشگاه تهران برای پذیرش تحصیل اعضای این گروه در این دانشگاه خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش سعید بهاری. حسین موسوی بخاتی معاون تعلیم و تربیت هشت و شعبی عراق در سفری به تهران از توافق و همکاری با دانشگاه تهران خبر داد. او که در یک نشست با حضور رئیس دانشگاه تهران شرکت کرده بود گفت که کشورهای دوست عراق به منظور عرضه خدمات آموزشی خود به هشت و شعبی پیشنهادهایی کردند و این گروه در پی برقراری همکاری با دانشگاه‌های ایرانی در رأس آنها دانشگاه تهران است. موسوی بخاتی گفت که تلاش برای توافق هشت و شعبی با دانشگاه تهران با وساطت وزیر آموزش عالی عراق که از مجاهدان هستند و همچنین معاون آموزشی این وزارتخانه که مشاور ارشد هشت و شعبی است صورت گرفته است. او همچنین افزود که پیشتر نیز نیروهای هشت و شعبی با کمک ابو مهدی المهندس به عنوان دانشجو به دانشگاه‌های ایران اعزام شده بودند. همچنین در این نشست مصطفی رستمی نماینده رهبر ایران در دانشگاه ها از حضور نیروهای هشت و شعبی در دانشگاه های ایران استقبال کرد. او گفت ما ضمن استقبال از مراودات علمی و فرهنگی با کشور دوست و برادر عراق و برادران مجاهدمان در هشت و شعبی آمادگی خود را برای هر گونه همکاری و همیاری اعلام می داریم. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران نیز گفت هدف گذاری اصلی خود را بر روی دوستانمان در هشت و شعبی قرار دادیم، همانطور که بسترسازی برای پذیرش دانشجویان کشورهای محور مقاومت را با همین دیدگاه با جدیت دنبال میکنیم. این اولین بار است که اعضای یک گروه نظامی غیر ایرانی بدون کنکور و سایر شروط و پیش نیازهای علمی در مهمترین دانشگاه ایران پذیرش می شود. امریکه با واکنش ها و مخالفت های فراوانی مخصوصا در فضای مجازی مواجه شده است. سعید بهاری، اخبار شیعه. احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن برلین با ما همراه هستند. آقای مهرابی سلام، وقتتون بخیر. با وجود دانشگاه‌های متعدد در عراق چرا اعضای هشت و شعبی به دانشگاه تهران اعزام می‌شوند؟ ممکنه که از نظر مقامات جمهوری اسلامی به هر حال یا اعضای گروه هشت و شعبی توجیه این باشه که به هر حال دانشگاه تهران دانشگاه بسیار معتبری هست و اونها میخوان که در این دانشگاه تحصیل بکنن و علاوه بر به هر حال آموزش در فضای ایران هم حضور داشته باشن. موضوع مبادله دانشجو بین دانشگاه ها یا پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه های ایران هم موضوع جدیدی نیست و حتی برخی از دانشگاه های ایران برای پذیرش دانشجویان خارجی تدارک دیده شدن و پذیرش دانشجوی خارجی میتونه که اعتبار برای کشور باشه، اما از اونجایی که این موضوع در قالب به تعبیری سیاسی دنبال میشه و گروه هشت و شعبی که گروه متحد جمهوری اسلامی هست در واقع عملا یک ارگان نظامی هست، این موضوع رو غیر متعارف میکنه و انتشار این خبر هم در ایران بازتاب‌های منفی داشته، به خصوص وقتی که حتی برخی از مقامات خود حکومت روی همکاری مشترک با گروه هشت و شعبی مانور میدن و اشاره میکنن که در مثلا در خوزستان نیروهای هشت و شعبی به کمک سیلزدگان اومدن، هرچند که ظاهر این موضوع مثبته اما در فضای سیاسی ایران این شبهه رو مطرح میکنه که مثلا اگر اعتراضات گسترده‌ای دوباره بخواد در ایران رخ بده ممکنه که این اعضای هشت و شعبی که در ایران هستن در قالب نیروهای بسیج یا نیروهای دیگر بخوان به سرکوب معترضان کمک بکنن. از این جهت به هر حال بازتاب‌های این خبر در ایران منفی بوده. بله آقای مهرابی، آیا پیش شرط‌های علمی و کنکور و سنجش‌های علمی لازم در مورد این پذیرش‌ها رعایت میشه؟ به نظر نمیرسه که این پذیرش بر اساس اون
چارچوب‌های استاندارد در ایران انجام شده باشه، یعنی مثلا این افراد بخوان همپای دانشجویان ایرانی در کنکور شرکت کرده باشن و قبول شده باشن. البته رئیس دانشگاه تهران گفته که ما استانداردهای علمی بالاتری را برای این دانشجویان اعمال میکنیم، اما ذاتاً پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه های ایران بر اساس اون چارچوب کنکور انجام نمیشه و چارچوب های دیگری داری. حالا ممکنه که مثلا دانشجویان پولی باشن و باید پول خودشون رو پرداخت بکنن یا در آزمون های دیگری بخوان شرکت بکنن و وارد دانشگاه بشن، اما چون هم از جهت این ساختار شفاف نیست و هم در قالب یک چارچوب توافق جداگانه بین گروه هشت و شعبی و دانشگاه تهران انجام میشه، به هر حال ابهام ها رو درباره نحوه پذیرش این دانشجویان هم بیشتر میکنه. بله، با توجه به مشکلات عدیده در دانشگاه های ایران به ویژه کسر بودجه و کمبود منابع مالی، چگونه این پذیرش توجیه میشود؟ این هم به هر حال یک سوالیه که خب این بودجه این دانشجویان از کجا تامین میشه؟ آیا مثلا نهادی مانند سپاه پاسداران یا سپاه قدس بودجه تحصیل اینها رو میپردازن یا از همون منابع دانشگاه ها تامین میشه؟ اصل این موضوع که به هر حال دولتی برای آموزش دانشجویان خارجی حتی خودش هم هزینه بکنه موضوع پذیرفته شده ای هست. به هر حال دانشجویان خارجی برای هر کشور میتونن تبلیغات سیاسی به دنبال داشته باشن یا تبلیغات فرهنگی و همینطور به نوعی باعث بشن که جایگاه اون کشور در کشورهای دیگر بهبود پیدا بکنه و به نوعی همین دانشجویان باعث مناسبات مشترک بین کشورها بشن. ولی چون موضوع حضور دانشجویان در وابسته به گروه هشت و شعبی در ایران به نوعی به موضوعات سیاسی آمیخته میشه و بحث‌های سیاسی درباره اونها رو مطرح میکنه، طبیعتاً این شبهه هم به وجود میاد. درباره این دانشجویان هم به صورت دقیق اشاره نشده که قرار هست بودجه از کجا تامین بشه، ولی محتمله که به هر حال نهادهای مانند خود سپاه پاسداران یا مجموعه های دیگه مثلا خود دولت یا سازمان فرهنگ و ارتباطات یا حتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی بخوان بودجه آموزش این دانشجویان را تامین بکنه. بله، احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین با ما همراه بودند.